سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از ماجرای جنجالی زندگی ستاره سعیدی در ایران ستاره سعیدی که یکی دو روز پیش متاسفانه فوت شد چندین سال پیش در ایران زندگی می کرده و شغل جنجالی داشته که در ادامه به اون پرداختیم لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. متاسفانه در روز 9 شهریور 1402 خبر فوت همسر زیبا و جوان آقای بیژن مرتزوی استاد نوازنده و آهنگساز ایرانی در فضای مجازی پیچید و باعث ناراحتی همه ایرانی ها شد همسر ایشون خانم ستاره سعیدی مدیر برنامه های ایشون هم بود و عاشق و دلباخته ایشون شده بود و در همه مسافرت ها و کنسرت ها و کارها دوشا دوش ایشون فعالیت میکرد اونها که برای کنسرتی در ترکیه به این کشور سفر کرده بودند متاسفانه خبر دادند که به دلیل مشکلات مغزی خانم ستاره در بیمارستان بستری شده و بعد از عمل جراحی باز مغز ایشون به کما فرو رفتن ستاره سعیدی که فقط چهل سال سن داشت بعد از فرو رفتن به کما دچار مرگ مغزی شد و متاسفانه درگذشت این خبر جنجالی که در فضای مجازی پیچید همچنین واکنش های زیادی رو از سمت هنرمندان و سلبریتی های ایرانی در داشت. خانم ستاره سعیدی خودش هم قبل از عملش با انتشار ویدیویی در استوری های اینستاگرامش توضیحاتی رو درباره عمل جراحی خودش و مشکلی که براش پیش اومده داد. ایشون گفت که دکترها گفتن که یکی از رگهای مغزم پاره شده و به خاطر شرایط من امکان برگشت به آمریکا رو نداریم و اما کنسرت هایی که بلیت هاشون فروخته شده انشالله برگزار میشه و از مردم و طرفداران آقای بیژن مرتضوی خواست که در کنسرت های ایشون حضور داشته باش و ایشون رو تنها نگذارن. بعد از اون خیلی ها هم به ایشون حمله کردند. بعد از انتشار این ویدیوها خیلی گفتند گفتن که برای به فروش رسیدن بلیت های کنسرت چنین کارهایی رو انجام دادن و فقط قصد جلب توجه مردم رو دارن. خیلی ها هم اشاره کردند به ویدیوهایی که خانم ستاره در زمانی که بیژن مرتزوی در بیمارستان بستری بود به دلیل مبتلا شدن به کرونا هاد و گریه می کرد و از مردم می خواست که برای آقای مرتزوی دعا کنند تشبیه کردن و گفتند این خانم فقط در فضای مجازی دنبال کسب لایک و فالوئره. اما متاسفانه با شنیدن خبر فوت ایشون همه شکه شدند. هرچند که آقای بیژن مرتزوی از موفقیت آمیز بودن عمل همسرش خبر داد و گفت که ایشون رو به مدت پنج روز تحت بیهوشی عمدی قرار میدن و بعد از عمل باید حتما تحت نظر باشه اما بعد از اون در ویدیویی اعلام کرد که با وجود گذشت ده روز همسرش هنوز از بیهوشی خارج نشده در پی این اتفاق آقای مرتزوی کنسرت استانبول خودش رو لغو کرد و بقیه کنسرت ها رو هم موکول کرد به بهوش اومدن خانم ستاره برخی رسانه ها همچنین در این مدت مدعی ابتلای ستاره سعیدی به تومور مغزی شدند. با این حال مشکل اصلی ایشون هنوز به طور رسمی اعلام نشده. ایشون همسر دوم آقای بیژن مرتزوی استاد نوازنده ویولون خواننده و آهنگساز ایرانی بودند که در سال 1336 در ساری متولد شده آقای بیژن مرتزوی نواختن ویولون را از سه سالگی شروع کرد و زیر نظر معتبرترین اساتید این ساز از جمله مرحوم پرویز یا حقی به یادگیری این ساز پرداخت توی هفت سالگی نواختن پیانو گیتار سازهای ای و سازهای ذهی موسیقی سنتی رو هم یاد گید. و اینقدر خوب پیشرفت کرد که در 11 سالگی مقام اول مسابقه کشوری موسیقی دانش آموزان در ایران رو کسب کرد. وقتی که فقط 14 سالش بود، یک گروه ارکستر 32 نفری تشکیل داد و ساخته های خودش رو در یک اردوی تابستانی به نام اردوی رامسر اجرا کرد. بیژن مرتزوی تحصیلات دانشگاهی خودش رو در انگلستان در رشته مهندسی و نقشه‌کشی شهری ادامه داد و اجرای موسیقی و یادگیری ویولون رو همچنین ادامه داد. اما در سال 1979 به آمریکا مهاجرت کرد و به تحصیل در رشته موسیقی پرداخت و در سال 1985 اولین آلبوم خودش رو عرضه کرد. مشخصه ای که ایشون رو از دیگر نوازندگان متمایز میکنه توانایی ایشون در نواختن همه سازهای به کار رفته در آثار خودش به جز سازهای بادی فلزیه ایشون همچنین در برنامه های اخیر خودشون از جمله داوران برنامه استعدادیابی صدای برتر یا دووی ساف پرژیا بودند که در سال 1401 از شبکه امیسی پرشیا پخش شد. در برخی سایت ها عنوان شده که در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی آقای بیژن مرتضوی چند باری به ایران رفت و آمد کرد و بعد از بازگشت حبیب محبیان خواننده خوب ایرانی که متاسفانه در ایران هم درگذشت ایشون هم برای گرفتن مجوز ادامه فعالیتش به ایران اومد و همه کارهای اداریش رو هم انجام داد اما موفق به گرفتن مجوز نشد آقای مرتزوی یک بار ازدواج کرده و یک پسر به نام پژمان داره که در اکثر ویدیوهای یوتیوبش همراهشه. اما چندین سال بعد از جدایی از همسر اولش با خانم ستاره سعیدی در سال 1395 و زمانی که ستاره 34 سال داشت ازدواج کردند. در زمان ازدواجشون آقای بیژن مرتزوی 59 سالش بود. اون بعد از ازدواج با بیژن مرتضوی مدیر برنامه های همسرش شد و همچنین به عنوان فیلمبردار و سازنده کلیپ با ایشون همکاری کرد. ازدواج اونها جنجال های زیادی رو در فضای مجازی به راه انداخت و کاربران بی فکر فضای مجازی به اون تاختند که فقط به خاطر پول بیژن مرتضوی باهاش ازدواج کردی اما خانم ستاره با نمایش دادن لحظاتی از زندگی و کارش با استاد بیژن مرتضوی به همه ثابت کرد که عشقش به ایشون واقعی بوده و حتی در لحظات بیماری و روی تخت بیمارستان همش از طرفداران ایشون میخواست که از عشقش حمایت کنن و اون رو تنها نگذارن اما حالا بعد از فوت ایشون در کانالهای تلگرامی باشگاه روزنامه نگاران ایران عکس خانم ستاره سعیدی رو به عنوان خبرنگار پارلمانی در ایران منتشر کردن ستاره سعیدی متولد سال 1362 در تهران و دانش رشته مدیریت بود پدر و مادر ایشون کارمند صدا و سیما و و کارگردان برنامه های تلویزیون بودند که متاسفانه هر دو بر اثر سکته درگذشتند خود خانم ستاره سعیدی هم در دهه 80 خبرنگار سیاسی بود و در رسانه های مانند ایران نیوز و خبرگزاری برنا کار میکرد ایشون در مجلس هفتم خبرنگار پارلمانی بود و گاهی هم از سوی رسانه خودش به همراه دیگر خبرنگاران به حیات دولت میرفت تا سخنان وزرای دولت احمدی نژاد رو پوشش بده بعد از درگذشت پدرش مدتی هم کارگردانی رو تجربه کرد اما بعد از اون آزم آمریکا شد اونجا ما مدتی مشغول به کار مادلینگ شد و بعد هم با بیژن مرتزوی آشنا شد در بعضی از سایت ها ازدواج ستاره سعیدی با بیژن مرتضوی هم ازدواج دوم ایشون اشاره شده و نوشتن که ایشون هم در ایران یک بار ازدواج کرده بوده و جدا شده بوده امیدواریم که روح این بانوی زیبا و پر انرژی و عاشق ایرانی قرین رحمت الهی باشه ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید